بچه ها ما میخواییم درس چهار رو با هم بخونیم. درس چهار یه درسیه که از قول زبان فارسی نوشته شده. یه متنیه که آقای اکبری شلدره نوشتن و این درس رو در حقیقت ما میخواییم با زبان فارسی آشنا بشیم، با صورتهای مختلف زبان فارسی و با اهمیت این زبان. میریم که با هم درس چهار رو بخونیم. داستان من و شما. من هم مانند شما موجودی زنده هستم و زندگی من فراز و فرودها و داستانی طولانی دارد، درست مثل زندگی خود شما. البته این را هم بگویم که عمر من بسیار طولانی تر از زندگی شماست. داستان زندگی من از همان آغاز تاریخ میهن عزیزمان ایران شروع شده، همچنان با شور و شادابی ادامه دارد. خب بچه ها میخواییم چند تا از واژه هاشو با هم معنیاشو ببینیم. فراز به معنی بلندی و فرود به معنی پستی، شور به معنی شوق و هیجان. من با همه مردم مهربان ایران همراهی کردم و بر زبان همه آنان جاری بودم. بر زبان همه آنان جاری بودم یعنی چی بچه ها؟ یعنی همه ایرانیان با زبان فارسی سخن میگن. هر ایرانی با آواهای دلنشین و نغمه های مهربانی من پرورش مییابد و بزرگ میشود. افتخارهایی که شما فرزندان مهربان با تلاش و کوشش خود میآفرینید باعث سربلندی و اعتبار من میشود. خب بچه ها میگه که هر ایرانی با آواهای دلنشین و نغمه های مهربانی من پرورش مییابد. خب ما از زمانی که متولد میشیم مادرمون پدرمون با همون با زبان فارسی سخن میگن، با زبان فارسی به همون محبت میکنن. این هستش که میگه با نغمه های مهربانی من. مادر ما با زبان فارسی برامون زمانی که خیلی کوچیک هستیم لالایی میخونه. منظورش اینها هستن. خب بچه ها نغمه ها یعنی نغمه یعنی سرود و آهنگ، اعتبار یعنی آبرو و ارزش. بزرگی و عظمت من و شما به این است که با هم کنار هم و نگهبان هم باشیم. در طول تاریخ فرزندان بیشماری با من بزرگ شده اند و به یاری پروردگار دانا افتخار آفریده اند. حتما دریافتید که مقصودم از این فرزندان عزیز چه کسانی هستند. خب مقصود که به معنی منظوره. خب داره به همون میگه که فرزندان بیشماری با این زبان بزرگ شدن و افتخار آفریدن. بعد میگه حتما منظورم متوجه شدین که کیا هستن. بریم ببینیم منظورش چی هستش. آری، همه آن بزرگان علم و ادب فرزندان من هستند. فرزندانی که بر شکوه و شوکت وطن و من افزوده اند. میدونیم که این داره از قول زبان فارسی سخن میگه. پس وقتی میگه من یعنی زبان فارسی. من در طول تاریخ رویدادهای بیشماری را دیدم و بسیاری از آنها را به شکل نوشته برایتان نگه داشتم. من شاهد دلاوری ها و پهلوانی های فرزندان خود بودم و شکست ها و پیروزی ها دیدم. خب بچه عزیزم یکی دوتا لغت رو میخواییم با هم معنی کنیم. شوکت به معنی عظمت، شاهد یعنی گواه و دلاوری به معنی شجاعت. خب بریم در ادامه درس ببینیم چی میگه. گاهی دشمنان به هر سه ما یعنی وطن، شما و من تاختند، اما به یاری خدای بزرگ همه با هم همچنان پا بر جا استواریم. گاهی با کسان دیگر دوستی کرده ایم و پیمان محبت بسته ایم و به هم پیوسته ایم و با این کار بر قدرت و تن
توان خود افزوده ایم. خب بچه ها ببینیم که واژه سخت این جمله هایی که خوندیم تاخته اند، یعنی حمله کردند. بچه ها تاخته اند فعل جمله ماست. تاخته اند از مصدر تاختن به معنی حمله کردن هست. خب میریم که ادامه مطلب رو با هم بخونیم. بیگمان تا اینجا پی برده اید من کیستم. آری گمان شما درست است. نام من فارسی است، زبان فارسی، همان که اینک جلوی چشم شما روی صفحه کتاب و بر سر زبانتان است. خب بچه ها الان در حقیقت خودش رو معرفی کرد، گفت من زبان فارسی هستم. حالا میخواد بیشتر راجع به خودش توضیح بده، میخواد ویژگی های خودش رو بگه. بریم ادامهش رو بخونیم. اکنون بگذارید خودم را کمی بیشتر به شما معرفی کنم. من چند چهره دارم، یکی آوا و صدا که در گفتار ظاهر می شود و شما با گوش دادن آن را می فهمید. خب واژه های مهمش رو با هم می بینیم. بیگمان به معنی بدون شک، آوا به معنی صدا. خب تا اینجا ما متوجه شدیم که یکی از شکل‌های زبان صدا یا آوا هست، همون که انسان با گوشش میشنوه و جملات رو با اون درک میکنه. در حقیقت شما الان دارین صدای من رو میشنوین و مفهوم جمله های من رو میفهمید. این از طریق آوا و صدا هست. خب بریم ببینیم که صورت‌های دیگر زبان چی هستش. چهره دوم خط است که در نوشتار آشکار می شود و شما به کمک چشم و از راه دیدن با آن آشنا می شوید و آن را درک می کنید. گاهی نیز به جای گفتن و نوشتن به شکل اشاره به کار گرفته می شوم. خب بچه ها اینجا ما متوجه میشیم که یکی از صورت‌های دیگر زبان خط هست، یعنی به صورت نوشته که ما بعد از اینکه به مدرسه رفتیم در 7 سالگی نوشتن رو یاد میگیریم و میتونیم منظور و مقصود خودمون رو از طریق نوشته به دیگران ارائه بدیم. خب صورت سوم زبان چی هستش؟ شکل اشاره است. اشاره رو معمولا کرولال ها استفاده می کنند. پس ما نمیتونیم بگیم که ناشنواها و لال ها از نعمت زبان بی بهره هستند. اونها شکل ارائه زبانشون به صورت زبان اشاره هست، یعنی با حرکات دست و سرشون حرف می زنن. خب میریم ادامه مطلب. اکنون دلم میخواهد کمی درباره چهره دوم خودم برایتان بگویم، چون این شکل در طول تاریخ گرفتار سلیقه ها شده و تغییرات و چندگانگی هایی را پیدا کرده است. بله چندگانگی ها یعنی صورت های مختلف. هر کلمه یا واژه پاره ای از پیکر من است. هر واژه تلفظ، معنی و معمولاً یک شکل نوشتن دارد. بچه صورت دوم که گفت رو خواهم راجع به صورت دوم خودم براتون صحبت کنم. صورت دوم چی بود؟ بله باریکلا خط بود. راجع به خط داره صحبت میکنه. راجع به شیوه نوشتن داره صحبت میکنه. خب پس میگه هر واژه‌ای تلفظ، معنی و معمولا یک شکل نوشتن دارد. برخی واژه‌ها یا کلمه های من دو تلفظ یا دو شکل و دو یا چند معنی دارند. تلفظ و معنی را فعلا رها میکنم و از شکل نوشتاری خودم برایتان نمونه هایی بیان میکنم که هر دو شکل نوشته درست است. خب ما یه واژه هایی داریم بچه ها در فارسی که هر دو شکل نوشتنش صحیح هست. مثلا لانه پرنده یا لانه پرنده. خب فرق این دوتا چیه؟
اینجا یه گذاشته، اینجا همزه گذاشته. بهتون داره میگه که هر دوی اینها صحیح، هر کدوم رو شما در املا بنویسین ازتون غلط نمیگیرن. خب کتابخانه و که یا کتابخانه، نگاه کنید بچه ها، اینجا جدا نوشته و اینجا سر هم. مهربانتر یا مهربانتر، جدا سر هم، هر دو صحیح هستن. پس تر هر دو درسته، چه بچسبه به کلمه چه جدا بشه. گلدانها یا گلدانها، جدا درسته یا سر هم، هر دوش درسته. بله، پس این واژه ها رو متوجه شدیم که هر دو شکل نوشتاریشون صحیح هست. خب ببینیم در ادامه ببینیم چی میگه. دوستان خوب، همانطور که دیده اید و دقت کرده اید، اگرچه شیوه نوشتن این واژه ها کمی با هم فرق دارد، اما تلفظ و معنای آنها یکسان است و هیچ تفاوتی با هم ندارند. من پیوسته بر زبان شما جاری هستم و با گوش، چشم، ذهن و بلکه با جانتان همراهم. شما نیز بکوشید که همواره با هم و نگاهبان میهن باشیم. خب بچه، شیوه به معنی روش، سبک، پیوسته یعنی همیشه. خب میریم ادامه درس. وطن خانه شماست و من عامل پیوستگی و اتحاد همه اعضای این خانه ام. خب بچه ها، چرا میگه من عامل پیوستگی و اتحاد همه اعضای این خانه ام؟ به خاطر اینکه ما فارسی زبان ها در هر کجای این دنیا که باشیم با زبان فارسی با همدیگه ارتباط برقرار میکنیم. پس این اتحاده به خاطر ارتباطی است که ما با هم فارسی حرف میزنیم. شناسنامه و سند شناخت شما در هر جای ایران و در هر گوشه جهان زبان ملی ایرانیان یعنی زبان فارسی است. خب چند تا واژه رو میخوایم معنی کنیم. عامل به معنی سبب، اتحاد به معنی یکی شدن، متحد بودن و سند به معنای مدرک هست. خب بچه های خوبم، درس چهار رو که از قول زبان فارسی بیان شده بود و بسیار زیبا بود با هم خوندیم و با هم لذت بردیم.